مسئله 240 توی مسئله میگه یه عضوی هست به اسم OA که با کابل AB نگه داشته شده و توی کابل AB هم یک نیروی 400 نیوتونی هست. گشتوار این نیرو حول نقطه O میخواد به دست بریم. خب اگه من بتونم این نیروی 400 نیوتونی رو به مؤلفه هاش در جهت عضو و عمود بر عضو OA تجزیهش بکنم، اون وقت میتونم مؤلفه عمودش رو ضرب در بازوش که 500 میلیمتر هست بکنم و گشتاور به دست بیارم. مؤلفه افقیش هم که از نقطه او میگذره و به ما گشتاور نمیده. پس من لازمه که زوایا رو ابتدا پیدا بکنم. خب اگر من بخوام زوایا رو پیدا بکنم، اول این مثلث رو در نظر بگیرید. توی این مثلث چون این طرف زاویه 30 درجه داریم، اینجا هم زاویه 30 درجه داریم و توی ضلع روبرو به زاویه 30 درجه در مثلث قائم زاویه، ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتر هست. یعنی اگر 500 میلیمتر اینجا قرار داره، اینجا 250 میلیمتر هست و قاعدتا ما بقیه این قسمت میشود 400 میلیمتر چون 650 کلش هست. خب محور افقی این مثلث هم میشه 500 کوسینوس 30 درجه. با استفاده از ضوابط مثلثاتی 500 کوسینوس 30 درجه محور افقی خواهد. خب حالا اگر این زاویه رو اسمش رو من بگذارم تتا، تانجنت تتا میشه نسبت ضلع مقابل یعنی 400 به ضلع مجاور یعنی 500 ضرب در کوسینوس 30 درجه و میتونم از این رابطه مقدار تتا رو به دست بیارم. این مقدار رو به دست بیارم 400 تقسیم بر پرانتز باز 500 ضرب در کوسینوس 30 درجه میشه ممیز 92 صدم، تانجنت معکوس ازش بگیرید تتا میشه 42 ممیز 73. پس تتا 42 73 هست، یه زاویه 30 درجه همینجا داریم. پس جمع این زاویه، جمع کل اگر با آلفا نشونش بدم، آلفا میشه 42 73 به اضافه یه دونه 30 درجه میشه 72 73. خب پس زاویه مورد نظر ما در اینجا این زاویه 72 73 هست. خب من این نیرو رو دارم اینجا 400 نیوتن، این زاویه رو هم داریم آلفا 72 73 و مؤلفه عمودش رو فقط کاریش دارم، مؤلفه افقش رو اصلا نیازی بهش ندارم. مؤلفه عمودیش میشود 400 سینوس آلفا سل روبرو. خب پس اگر من بخوام گشتاور نیرو حول نقطه او پیدا بکنم، بایستی مؤلفه عمودی که هست 400 ضرب در سینوس آلفا سینوس 72 و 73 ضرب در بازو هم طولش هست 500 میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 3 هم میکنم که این 500 میلیمتر تبدیل بشه به متر. خب میشود 400 ضرب در سینوس 72 و 73 ضرب در 500 10 به توان منهای 3، مقدارش میشود 190 ممیز 191 نیوتن متر. مقدار گشتاور نیروی 400 نیوتنی حول نقطه او.